حالا ما فعلا یه دونه اودیو ترک باز میکنیم و بریم ببینیم اصلا فضای کلی لاجیک چه شکلیه. این شکلیه فضای این شکلیه و ما اصلا این کنار بیم یکی توضیح بدیم که اصلا ببینیم چی به چیه همش. چی به چیه. خب این بالا قسمت لاجیک پرو اگه کلیک کنیم، اولین گزینه در واقع مشخصات نرم افزارتون رو بهتون میده که ورژنش چنده، کپی رایتاشو نوشته واسه همه نرم افزارهای دیگه که داره. دقیقاً همینطور. آره. تو قسمت بعدی میایم توی مهمترین بخشی که ما موقع شروع باش کار داریم. قبل از رکورد حتما باید همه اینو انجام شده آره. باشه. پرفرنسز هستش. امیدوارم درست گفته باشم تلفظش. آره پرفرنسز. آره. و یه سری تب اینجا داره که ما هر کدومو بزنیم فرقی نداره. هر کدومو بزنیم دوباره اونا اینجا واسمون باز میشه. آره. خب قسمت جنرال همون جاییه که اولین گزینه‌اش اینه که ما وقتی باز می‌کنیم آره چه چیزی واسمون بیاره. ما خب اوایلش هر چی باز می‌کردیم می‌دیدیم پروژه قبلیه میاد دوباره باز نیو می‌زدیم و بعد خب از اینجا تنظیماتش رو درست کردیم. حالا ما رو اسک گذاشتیم و هر دفعه از ما سوال میکنه که کدوم پروژهتون رو میخواییم باز کنین، یا حالا میتونین هیچ کاری انجام نده، یعنی وقتی میزنین استارتاپ نمیاد واسه تون فکر میکنم یه پروژه خالی شاید باز کنه، نمیدونم شاید مثلا باز نکنه دیگه هیچ وقت اینو بزنین. نظر چیه؟ Do nothing، یعنی اصلا دیگه این ولش کن. آره بس نمیشه واسه همیشه. ریسنت پروژه یعنی آخرین پروژه‌ای که باز بوده رو براتون باز میکنه، و اگه پروژه‌ای اونجا همونجا باشه آره. آره اونو براتون باز میکنه، یا تمپلیت میتونید براش تعیین کنین، یا یه پروژه خالی براتون باز کنه و اینم که بعد به تمپلیت برمیگره که اینا رو کامل و مفصل توضیح میدیم. آره. تلفنت هم داره زنگ میزنه آره، فکر کنم. خیلی خوب. و بریم تو قسمت ادیت. یه چیز چیزایی که خیلی بیسیک رو میخوایم بگیم، همه‌شو نمیخوایم توضیح بدیم، خیلی طولانی بشه ویدیو. آره. اولین قسمت رو بگو چیه؟ آره number of undo steps که اتفاقا خیلی به درد بخورم هستش، یعنی موقعی که داری مخصوصا میکس میکنی یهو دستت میخوره به چیزی هزار تا چیز به هم میخوره. آره. مال موقعیه که شما command z رو که میگیرین میزنین، یا از تو خود تبای بالا هم undo داره تو edit. آره. که undo create new tracks. آره. و اونو که انجام بدین دیگه undo میکنه دیگه، همه تون نمیدونی undo چیه. آه. و این مال اونه که چند بار بتونین آندو کنین، 100 تا اکشن رو در واقع این میتونه آندو کنه براتون. آه. که میتونین حال عددش هم تغییر بدین. این نکته یعنی کامل کننده هم بگم که فکر کنم هرچی عدد این بیشتر باشه یه ذره سی پی یو بیشتر درگیر میشه. آره قطعا. نذارنش رو 2000. آره. و اینکه همین دیگه. این قسمت هم وقتی دابل کلیک میکنید روی یک ریژن میدی، ریژن میدی همون جاییه که شما یه ترک باز کردین، ترک وی اس تی، و یه چیزی ریکورد کردین و روش دابل کلیک میکنین، پیانو رول باز بشه یا اسکور باز بشه که رو پیانو رول دیگه به صورت پیش‌فرض، و ما هم فکر کنم بیشتر همینو می‌کنیم. آره. اسکور هم داره که نوتو نشون بده برات که چی زدی چیکار کردی. و اینجا فعلا به چیزی کار نداریم، میریم تو قسمت آودیو. آودیو دیگه. اینجا در واقع ما ورودی و خروجیامون انتخاب می‌کنیم که رو کارت صدا، کارت صدای خودمون هستش. آره. این البته الان آوتپوت بود زدی. آره. بله. اولین گزینه آوتپوت دیوایسه که شما حالا خروجیتون رو میتونید مشخص کنین که چی باشه. دیگه معلومه کارت صدا باید باشه. اینپوت هم همینطور. در مورد بافر سایز توضیح میدین؟ آره بافر سایز در واقع موقعی که شما میخواین یه رکورد رو انجام بدین و ویو بگیرین، خیلی مهمه که بافر سایزتون پایین باشه، و معمولا برای رکوردهای سنگین تر، رکوردهایی که خیلی میخوان دقیق باشه همه چی و حالا بدون انگار دیلی باشه، میذارن روی مثلا بازش کنم گزینه‌ها رو ببینم بچه‌ها، 32 64 128. ما معمولا روی 64 و 128 میگیریم رکورد. واسه رکورد رو 128. آره. موقعی که نمیخوایم رکورد بگیریم و میخوایم میکس کنیم تو مرحله ای که سی پی یو بیشتر درگیره، بافر سایز رو میذاریم بالاتر، 1024 512، که سی پی یو کمتر درگیر باشه دیگه. آره. و نکته بعدی اینکه شما هرچی کارت صداتون قوی تر باشه بافر سایز بیشتری هم دارید دیگه. آره. مثلا 248 هم داریم، و خب این برمیگرده به کارت صداتون دیگه، جواب میده دیگه واسه آره. کار ما. و اینجا فعلا به چیزی کار نداریم و میریم تو قسمت ریکوردینگ، که این گزینه خیلی مهمه. 24 بیت ریکوردینگ حتما باید روشن باشه که باز اینم بستگی به کارت صدا داره که اینو جواب. کارت صدا کلا خیلی مهمه دیگه. بدون کارت صدا نمیشه. کارت صدا اکسترنال در واقع. اینترنال که هیچی، باید شما یک کارت اکسترنال بگیرید که بتونید بهش میکروفون کاندنسر وصل کنید، برق 48 ولت میکروفون رو تامین کنه براتون. دونه دونه اینا همه رو میگیم و آره. مفصل میخوایم در موردش صحبت کنیم. اینجا دیگه فکر نمیکنم چیزی باشه غیر از گزینه ادوانس. ببینید اینجا یه سری گزینه است که غیر فعال به صورت پیش‌فرض، ولی شما باید اینا رو همه رو فعالش کنید. ولی چون فرست لوک هست و ما میخواییم اون چیزی که واقعا وقتی نصب میکنید و نگاه کنید، فعلا اینا رو فعال نمیکنید. آره هر وقت لازم شد بعدا تو مرحله بعدی یه ذره پیشرفته تر میخواییم بکنیم
نرم افزارمون رو گزینه‌های بیشتری اضافه بکنیم، بعد اینا رو همه رو اینیبل می‌کنیم و بعد باز همه رو واسهتون توضیح میدیم. بعد دوباره همه رو دیزیبل. آره. و اینو خب ضرب در بزنیم و کجا بودیم؟ پرفرنس‌ها رو توضیح بدیم. بنتو قسمت کی کامند هم که اینجا شما میتونید تعیین کنید که کی کامند هم خیلی گزینه خفنی هست. آره مثلا ریکوردتون با آر باشه یا هر چیزی که دوست دارین باشه. اینجا روش کلیک می‌کنید، این گوشه هر چی دلتون بخواد روش می‌زنین و و خیلی جالبه که شما یه کی کامند دارین در واقع که نوشته R، شما وقتی R رو میزنین حالا رکورد انجام میده روی قسمت تاچ بار نوشته S. رو تاچ بارتون اگه در واقع حرف S رو بکشین با انگشتتون اون شروع میکنه رکورد انجام دادن. بله بعد برای هر کدومشون میتونین حتی تغییرشون هم بدین که با کدوم کامند کی اون کار رو انجام بده. الان روی همون رکورد R کلیک کن. آره پاکش کن، مثلا میتونیم بذاریم جی بعد بعد ریپلیس. آره ریپلیس میکنم چون جی احتمالاً مال یه چیز دیگه است. حالا شبهه‌هایده. آره شبهه‌هایده گلوبال ترکس میتونیم همون کار رو انجام بدیم، میتونیم هم نگاه کنیم که چیا کجاست که همون کار رو باش انجام بدیم. راحت اکثر نرم افزارا دارن دیگه همچین چیزی. و اکثرا هم چیزای کلیشون شبیه همه. بله یعنی مثلا رکورد با اکثر دی ای دبلیو یا آر یا ستاره است. این دو تا اکثرا، یا مثلا پازو پلی همیشه با اسپیس. یه سری چیزا خیلی بینشون مشترک این شکلی. بعد بریم تو قسمت ساین لایبرری که در واقع وقتی این نرم‌افزار رو نصب می‌کنیم خب حجمش خیلی پایینه دیگه و شما صداها رو معمولا ندارید، یعنی یه سری وی اس تی که باز می‌کنید صدایی توش وجود نداره و شما می‌تونید دانلودشون کنید از اینجا دیگه، یعنی همه‌شو می‌تونید دانلود کنید و حالا اینجا اینترنت شما نداریم برامون باز نمی‌کنه قسمت لایبرری که ما بتونیم انتخاب کنیم که کدوم وی اس تی رو می‌خوایم صداشون رو دانلود کنیم. آره مال صدای پیش‌فرض خود لاجیک فکر می‌کنم سی هولوش 100 خورده گیگ باشه لاجیک کامل با تمام صداش که اگه نبود شما می‌تونید خودتون دانلود کنید دیگه کاری نداریم. ولی واقعا صدای خفنی داره، خیلی فوق‌العاده است. لاجیک ریموت هم که برنامه مفصل در موردش می‌خوایم. آره اونم خیلی خفنه، خیلی خوبه. شما می‌تونید تو گوشی‌تون نصب کنید یا آیپدتون، یا آیپدتون که نصب کنید تو آیفونتون در واقع نصب کنید و آیفون یا آیپدتون و بتونید کانکتش کنید به لاجیک کنترل کنید که خیلی گزینه واقعا درجه یک خوبیه. آره اونم حتما یه دونه براش میذاریم. آره حتما میذاریم. تو قسمت فایل میریم در واقع هم کاری که اون اول انجام میدادیم که همچین چیزی اول واسمون اومده بود و بیشترش رو اینجا داریم دیگه که نیو باز کنیم و در واقع